با سلام خدمت بینندگان محترم، همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنی سعد که در برنامه تاریخ آنگونه که روی میدهد این امکان رو به ما میدید که با شما گفتگو. با سلام به شما و به شنوندگان و بینندگان گرامی. خدمت شما عرض کنم که البته در حقیقت باید بیشتر اینو به بینندگان محترم عنوان کنم که این صحبت ما در ادامه صحبت دفعه قبله که در رابطه با گروگانگیری و پیامدهای اون با شما گفتگو کردیم که شما از جهات مختلف اون رو در حقیقت تحلیل و توضیح دادید. شما در سال 1360 بعد از کودتایی که بر علیه شما شد، شما با مهاجرت کردید، آمدید به فرانسه. در اولین مصاحبه‌ای که کردید گفتید که من آمدم که روابط ارگانیک ما بین خومینیسم و ریگانیسم رو توضیح بدم و در رابطه با همین صحبت و این در حقیقت هدفی رو که دنبال میکردید، شما اسناد و مطالب زیادی رو انتشار دادید. من خاطرم هست که در دهمین سال مسئله گروگانگیری تلویزیون آلمان یک گزارش یک ساعته تهیه کرده بود که تهیه کنندش اولش که صحبت میکنه با این مطلب صحبت میکرد که شروع میکنه حرفشو که وقتی که آقای بنی سعد اولین رئیس جمهور ایران به خارج اومدن با این جمله حرفش میزدن و اون موقع همه خبرنگارها در تعجب بودن، گفتن شاید یک بغض و کینه ای در این باشه که ایشون این حرفو میزنه و اگر امکان داره یک همچین برخورد آشکاری در سطح جهان بین دولت ایران و آمریکا هست و ایشون همچین حرف رو میزنه. ولی پیگیری شخص بنی سعد و استمرار اسنادی که ایشون بیرون داد باعث شد که ذهنیت خبرنگاری در دنیا عوض بشه و ما امروز این برنامه رو تهیه کردیم که چگونه روابطی بوده که در گزارش یک ساعته این رو عنوان کردیم. از دیگر کارهایی که شما در این رابطه کردید، کتابی است که انتشار یافته در زمینه تحقیقات شما به عنوان توطئه آیت الله ها که در حقیقت لازم این رو به بینندگان محترم ما نشون بدیم که این کتاب انتشار یافته. همین کتاب به زبان ایتالیایی انتشار یافته که از زحماتی است که شما و ناشرین ایتالیایی و فرانسوی کشیدن. در ارتباط با همین موضوع شما کتابی به اصطلاح بیرون دادید که به زبان انگلیسی در اومده به عنوان اکنون به اصطلاح موقع صحبت کردن من است، ترجمهش این میشه یا اینکه اینطور که من اطلاع دارم این کتاب یا به مدت یک هفته یا یک ماه در آمریکا به عنوان پرفروش‌ترین کتاب بود. در همین رابطه شما دعوت شدید به آمریکا که این کتاب رو معرفی کنه، در واقع محتوای کتاب رو معرفی کنه که چگونه روابطی بوده در زمان ریگان که این سفر رو بنا به شما انجام بدید. تا اونجا که من خاطرم هست موانع زیادی رو به وجود آوردن که شما نتونید به آمریکا برید. من میدونم که شما یه اخلاق و خصوصیاتی داره، خصوصیت اخلاقی داره که راجع به شخص خودتون بسیار کم صحبت میکنه، ولی اینجا از شما خواهش میکنم که بیشتر صحبت کنید که وقتی در آمریکا رفتید با خبرنگارها چه مسائلی مطرح شد که شما افشاگری کردید و بیان کردید. یک دوم که شما دعوت شدید به کنگره آمریکا و در اونجا افشاگری کردید، این روابط رو این چه نوع افشاگری بود و چه پیامدهایی داشت؟ بله، عرض کنم که اون کتاب که شما ازش صحبت کردید نخست به فرانسه انتشار پیدا کرد، یک روزنامه‌نگار معرفت فرانسوی از اونان آمد و هر روز مرتب می آمد و میشنید و ضبط میکرد و بعد اینها رو کرد کتاب. بعد اون به انگلیسی ترجمه شد و به ایتالیایی. ناشر انگلیسی از من دعوت کرد به مناسبت انتشار کتاب به امریکا و اول گفتم ویزا نمیدم. دلیل اینکه معلوم نیست نقش بنی سعد در گروگانگیری چه بوده، موافق بوده یا موافق نبوده. و
میگه دورش پسر آمده بود، حالا بوش پدر بوش که بعدم پسرش هم شد رئیس جمهور، بوش پدر شده بود رئیس جمهوری، که اون در ماجرای اکتبر سپرایز نقش اول بازی کرده تا همینطور در گروگان گیری جزو کسانی بوده که نقش داشته. خب روزنامه‌های امریکایی به من مراجعه کردن و گفتم اینکه حالا این حکومت شما نمیدونه که من چه نقشی داشتم، اینا دقیقاً با شما حکومت میکنه، چون کسی نیست تو دنیا ندونه که من در اون موقع در مسئله گروگانگیری چه موضعی میداشتم. اونا هم برداشتن و مقالات مفصل نوشتن و اینطور که آدمه واشنگتن پست خصوصا یه مقاله مفصل انتشار داده بود، از آقای بوش پرسیده بود که آیا شما میترسید از اینکه من اصلا به امریکا بیاد؟ رضا خب این چه حربیه شما بهانه ای ساختی برای اینکه ما نمیدونیم که ایشون چه موافق بوده مخالف بوده در گروگانگیری چه نقشی داشته. و نتیجه این شد که و از سفارت تلفن کردن که ویزای شما حاضر است. خب ما هم رفتیم امریکا و البته مثلا اتهامات معمول رو رعایت کردن. در یکی وقتی ما رفتیم از ما رو از یک در دیگری بیرون آوردن که متصدی در اونجا ایرانی بود که پاسپورت اینا رو میدید. و خب بعد هم یک رشته مصاحبه ها بود دیگه راجع به کتاب و این اکتوب سرپرایز و این ها و دلیل و مدرک و این ها و چی هست و چی نیست و این ها. یک کنفرانس مطبوعاتی هم داره مطبوعات امریکا دعوت کرد که من در اونجا هم سخنرانی کردم و در همه این مدت زحمت و ترجمه بر عهده آقای عبداللهی بود. آقای منصور فرهنگ هم همراه ما بود، یعنی مشاور و کارام کمک میکرد تا اینکه وزارت خارجه مقامات دولتی دعوت هاشون نپذیرفتن برای که رویه من نیست که با مقامات قوه مجریه خارجی صحبت بکنم. مجلس کنگره امریکا سوال کردن که اگر دعوت بکنم میپذیرم، گفتم میپذیرم. این مقام قانونگذاری است و بعض این است که نظارت میکند بر قوه مجریه، پس آگاهی اون قوه مقننه میتوانه کمک کنه به این تشکیل کمیته تحقیقی در باب این اکتبر سپرایز. رفتم اونجا با اون کمیسیون و آقای میدلتون همیلتون اون رئیس اون کمیسیون بود و از سناتورها هم بودن. سناتورها یکی دوتاشون جمهوری خواه بودن. عرض کنم به شما من که نشستم و سؤال جوابی نشد، یکی از اون جمهوری خواه های گفت شما دشمن امریکا هستید، ما چگونه قولی دشمن رو قبول کنیم؟ گفتم به این که چه دشمنی من باید بکردم؟ امریکا یک کشوریست اقدار آزاد و مستقل باشه. من یک مخالفت دارم با سلطه امریکا بر بقیه دنیا، اینه میگه دشمنی؟ خب بعد من این مخالفت رو دارم. شما حق ندارید بر بقیه دنیا سلطه داشته باشید، به زیانتون هم هست، ملت باید آزاد باشه مستقل باشه. اون آقا گفت که حالا دلیل شما چیه که من دشمنم؟ گفت اگر شما دشمن نیستید چرا دعوت مقامات وزارت خارجه امریکا رو نپذیرفتید؟ توضیح دادم که من در دوره شام همین رویه رو داشتم، از اون به بعد هم این رویه رو دارم، برای که قوه
آقای مجریه کارش عمل کردن در جهت حفظ به قول شما منافع ملی است، که من منافع ملی هم قبول ندارم، حقوق ملی و این منافع ملی یعنی همین سلطه‌گری که شما دارید برگش برای ما. خب این رد شد و اون آقای رئیس گفت به این که خب دلیل رو شروع کردم که این اونجور اینجور رو بعدم گفتم آقا این مثل یک اسکلاسی میمونه، نصفش دست منه نصفش دست شماست، اگر اینا که من میگم این طرف هم اون نصف پیدا شد دقیق دیگه سند از این محکم درده میشود، اگر پیدا نشد خب معلوم میشه این بیخودی این نصف وجود داره و این هم شدنی نیست، نصف اسکلاس معلوم میکنه که این نصف دیگری داره. و حالا اون یک سوال مهمی کرد که بعد این در کار کمیسیون منعکس شد. اون سوالش این بود خب شما فکر کردید اگر این ما به این نتیجه برسیم که تحقیق به نتیجه برسیم که این امر واقع شده چه پیش خواهد آمد؟ گفتم خب چه پیش خواهد آمد؟ خواهد آمد که این ویگان با تقلب شده رای شده. گفت بله، ولی معناش اینه که 12 سال قوه مجری امریکا غیر قانونی بوده. خیلی پیامد داره، دستگاه حاکمه امریکا رو به کلی متزلزل میکنه. گفتم نه، به عکس، اعتماد جامعه امریکایی به شما به عنوان کسانی که از اون جامعه نمایندگی داری جلب میشه و وقتی بر طبق اون تحقیق عمل کردید به دولت شما هم اعتماد جلب میشه، اون دوره هم قابل جبران میشود، میتونه دو به اصطلاح دوره غیر قانونی رو جبران کنه، وگرنه اون غیر قانونی که از بین نمیره که از آقای شما دیگه. بخش حقوقمندش رو گفتید که به نفع ملت آمریکا هست، به نفع قدرت که قدرت ولی در عمل، در عمل اون کنند اولا اونا پذیرفتن که کمیسیون تشکیل بده. این یک دستاورد بسیار مهمی است. چقدر سال، 10 سال از اون ماجرا گذشته بود، بلکه بیشتر، 11 سال گذشته بود. خب این که کمیسیون تشکیل بدن برای تحقیق اولا این دستاورد مهمش اولش بود. خود این امر معناش این است که کمیسیون اون استدلال من رو به اندازه کافی مدندن یافته بود که کمیسیون رو ایجاب بکند، وگردن معنی داشت که قوه قانون گذاری به صرف ادعای بیمبنایی کمیسیون تشکیل بوده. اینکه کار متناقض اون کمیسیون یکیشی نه، شما اگر این تحقیق و این کتاب و کارهای دیگه هم که در امریکا انجام شده بود بخش مهم استراتژی گفتگو با من بود، مثل کار گاریسی که عرض کنم که اون کار همین اینترلوت لوکو اینا چیزی که مثلا تغییری که من در اون مقصد داشته باشم نبود. خب پس شما اینو پذیرفتید که نه مبنا داره، آقای کمیسیون تشکیل داده، آقای کمیسیون تشکیل داده. من یک گزارش نوشتم برای اون کمیسیون که تو این کتاب اکتوبر سورپرایز درجه، یک به یک دقیق. وقتی شما روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا رئیس مجلس ایران یعنی آقای هاشمی رفسنجانی میگوید ما امروز ریگان در تاریخ خواهد گفت که ما ریگان رو ریاست جمهوری امریکا رسول دیگم که مثلا نقل مضمون میکنم محتواش اینه. خب شما چجوری این کار رسول دید رو به ریاست جمهوری؟ وسیله گروگانی ها دیگه دیگه چه وسیله دیگه نبوده که شما سبب بشه که بشه باید رئیس جمهوری امریکا. همه فراوان علائم و امارات رو عرض کنم به شما، دلائل و اینا
حالا که کمیسیون داشت اینا در اون گزارش آوردن، گزارش آوردم. حالا بعد آقای روبرت پاری کمیسیون کارش تمام کرد، حالا چه به چه نتیجه رسید؟ به این نتیجه رسید که ما نتوانستیم دلائل جمع کنیم که این امر ما واقع شده است. اما نمیگوییم هم که واقع نشده است. ولی مثل آقای موسوی اردبیل شد، گفت نمیدونم این اینه، نمیدونم آنه، اینجوری شد. همچه به اصطلاح کمیسیون. حالا روبرت پاری دست از سر اینا برداشت، رفت بایگانی این کمیسیون تحقیق. اولا یکی از اون اعضای کمیسیون اینو بعد گفت که این آقای میدلتون حواسش پیش این بوده که همون حرفی که به من زدم گزارش چنان تهیه نشود که معناش این باشه که 12 سال ریاست جمهوری امریکا غیر قانونی بود. بنابراین بسیاری از مدارک سانسور شد، از جمله این گزارش که من برسادم که آقای عبدالله ترجمه کرد داده اونجا مطلقا در سانسور شد، یعنی اصلا بهش توجه نشد. خود این کمیسیون از حکومت روسیه یا دیگر شوروی از بین رفته بود دیگه جانشین هم پرسیده بود که این شما دستگاه جاسوسی شما آیا گزارشی داره از این که میگن در پاریس گفتگویی بوده اونجا معامله انجام شده یا خیر؟ او هم یک گزارش داده بود که بله واقع شده و تفصیلات او را هم سانسور کرده بود. آقای کیسی که آمده به سرال یه دور در اسپانیا گفتگو کرده بعد یه دور در پاریس معامله انجام داده، پاسپورت داره دیگه. خب این در مثلا کارنامه هم داشته، در یاد داشت که روز امروز چی که میکنه اون چی میکنه، این همه یاد داشت بوده. اون پاسپورت کمه که معلوم میکنه که این آقا کجا رفته. اون گفتن این آقا رفته در یک نسبت امریکا در اونجا باشگاه اونجا بوده و تازگی روبرت پاری رفته اکس اونجا رو چاپ کرده، میگه آقا این روزی که شما میگی اونجا بوده اونایی که اونجا بودن عکس دست جمعی برداشتن، این آقای بوش کیسی تو اونا نیست پس اونجا نبوده. خود در دفاتر هم ثبت نیست اسمشون که وارد شده در اونجا. یه هفته بعد اونیشون رفت اونجا، نه اون زیدی بودن. خب در لندن هم قرار بوده بره اونجا برای اون جلسه تاریخ، اونجا هم صبح اون روز نبوده. خب این کجا بوده این مدت رو؟ این مدت در مادرید تشریف داشته، داشته بنابر اون روایت با آقای کروبی معامله انجام میداده. قسمت بسرام گفتگوی اول در مادرید انجام شده، گفتگوی دوم در پاریس انجام شده. خب حالا گزارش های دیگه هم که تصدیق میکرده این امر واقع شده، نه اینها هم وارد نکرد. اما یه مطلب جالب خدا باز در همین تحقیقات روبرت پاریس میگوید وقتی آقای کلینتون میشه رئیس جمهور، این آقایان تو ایران که معروفن به ایران گیتی، چون حالا اینه که حکومت میکنن، همه اونایی که تو معامله بودن هم در اکتبر باید بودن هم در ایران گیتی، آقای خامنه ای، آقای هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، علی اکبر ولایتی و و و و خب حالا بعضی هاشون این اواخر مغضوب شدن ولی رژیم همچنان دست اون هست. اینا یک نفر میفرستن نزد آقای کلینتون دستگاهو که بله این معامله اکتبر سرفراز واقع شده است، مدارکش هم داریم. اون کاف سفید میگه خب بدید اینا این داریم، میگه نه دیگه حاضریم معامله کنیم این داریم. او هم میگه نه آقا نه من رئیس جمهور امریکا هم حالا بخواهم
مدارک شما از شما بخرم اینجا دعوا چاپ کنم. مثلا بناش برای این بوده که آشتی بین دموکرات جمهوری خواه بشه و با اینکه قولم داده بود که اینا مدارک اینا رو امکان انتشار شو براهم میکنه، نه نپذیرفت و معاونم انجام نگرفت. دو تا اطلاع دیگه هم گفتنیست. یکی اینکه در کتاب نامه ها، نامه های من به آقای خمینی و دیگران، شما نامه ببینید که به آقای خمینی نوشته شده قبل از اینکه اصلا در جای از دنیا صحبتی از اکتوبر سورپرایز شده باشه. معامله بنا در اون نامه گفته شده که این معامله در پاریس انجام گرفته است. حالا البته من چون اون زمان که نامه رو نوشتم و اینکه میگفتن اونهایی که به من گزارش میکردن میگفتن آقا این همه زیر ایشون تصدی داره، خود آقای خامنه‌ای، آره خود بی اطلاعی ایشون نیست، من ممکن نبود باور کنم. حالا گزارش از زیادی علاقه بود تا آخرین دیدار که گزارش در حضور رو گفت که شما یه عیب دارید و اینکه ول نمی کنید، تازه من یکی خوردم. یه حالت خیلی بدی به من دست داد. بله اونم رابطه به شما انجام داده. آره دیگه بنده من میگید اینا معامله کرده بابا تمام شد، هر چی بود تمام شد. پس این نامه هم به آقای خمینی در اون تاریخ نوشته شده. اون کارنامه هم مرتب توش راجع به این مسئله بوده، چه قبل از معامله چه بعد از معامله. خب آخه این وقتی که کارنامه ها منظورتون گزارشات روزانه مردم، وقتی که برادر زاده آقای خمینی، آقای رضا پسندیده، میاد میگه من در مادرید بودم، تو مادرید چیکار میکردی؟ بعد من شد که این آقا دعوت شده، آقای سیروس هاشمی او رو دعوت کرده بود. منتها او به جایی که به صلاح برای دولت امریکا طرف صحبت باشه، به طرف از سوی مخالفین یعنی ریگان و اینا باید صحبت کرده. خب آمده در تهران به من چه میگه؟ میگه که شما یا این معامله رو میپذیرید یا میرم با مخالفین شما میکنم، یعنی با همین حزب جمهوری اینا. شما اگر در خاطرات آقای پسندیدی هم مراجعه کنید، به اشاره هست این مسئله که ایشون نکرد و دیگران کردن. ایشون نگرد منظورون شما نگرد من نگردم دیگه من کردم. خب اینا دیگه واقع شده دیگه. مثلا یکی از دوستان من در آلمان بهش مراجعه شد، اون دوست الان چون ایران من نمیخوام اسمش رو ببرم، مراجعه شده بود از طرف آقای رگان بوش برای همین معامله. دیگه نمیشه که من بگم همین رو انشالله گربه بوده دروغ بوده. بعدم شما روز 21 اکتبر و 23 اکتبر دو اظهار نظر دارید، یکی از آقای هاشمی رفسنجانی، یکی از آقای رجایی که اون وقت نخست وزیر بود، که ما اسلحه قطعات یدکی امریکا رو نمیخواهیم. اولا شما چه کاره بودید که بخواهید یا نخواهید؟ فرمانده کل قوا من بودم، شما چرا میخواستید یا نخواهید؟ ثانیا ما در جنگ بودیم، چگونه نمیخواستیم وقتی اسلحه ما امریکایی بود؟ بعد شما معامله میکنید با کارتر، با اینکه اونا آماده بودن، گاریسی خیلی روشن سریع مینویسه تو کتابش، میگه ما کاملا آماده بودیم قطعات یدکی رو به تحویل بدیم، ایران نخواست. شما اگر اون با اون طرف معامله نکرده بودید، چرا این قطعات یدکی رو چون نخواستید؟ برای اینکه این اگر میامد رسل رئیس جمهور میرسید، جنگ اگر رئیس جمهور تمام میکرد معامله شما میشد بی حاصل، یک ننگی بود هر وقت افشا میشد آبروی شما رو میبرد. پس باید که این بنیصد جنگ تمام نکرد، کودتا کرد شما. و چجوره شد که تا بنیصد رئیس جمهور بود حاضر نبودن هیچی بیدان بدن، رنا دادن. شما که همچه حاکم شدید 8 ساعت به شما اسلحه دادن که با این اعلام جنگیدید. بله اینا فرامان از این امور هست. در حال اون روبرتواری این تحقیقات یکی یکی که اینا سانسور شده بود در آورد
و پشت هم انتشار داده است تا امروز. البته در زمانی که شما سفر کردید با آمریکا در ارتباط با کتابی که نوشته شده بود، در روز اول مصاحبه‌ای که انجام می‌شد خیلی به اصطلاح ضعیف بود. با افشاگری‌های شما و اطلاعاتی که شما دادید بیرون، یک جو به اصطلاح اطلاعاتی در آمریکا به وجود اومد، یک ذهنیتی به وجود اومد که بیشتر علاقمند بود که این بدون چه نوع روابطی بود. میگن که بسیار تاثیر داشت این گونه صحبت‌ها و اطلاعاتی که شما دادید در کنگره که اونا بتونن پیگیری کنن. این چه طبیعتاً ببینید، من که وارد شدم روز دوم واشنگتن پست آمد و یک مصاحبه انجام داد که تمام یک صفحه روزنامه رو به اختصار داد، بلکه بیشتر. بعد نیویورک تایمز و بعد روزنامه‌های دیگه، خصوصا تلویزیون ها. و تلویزیون ها خب موضوع کتاب مصاحبه این کتاب، خود این کتاب هم که شد به سره، طبیعتا جبدی درست کردن امریکا. وقتی سنداش کردن مثلا سنجش افکار کردن، اکثریت بزرگی معتقد شده بودن که این معامله انجام گرفت و این جبه و این افکار عمومی. طبیعتا کنگره نمیتوانست لاغیت بمونه، خصوص که بعدم که من در کمیسیون حاضر شدم توضیحات دادم، اونها حتی اون جمهوری خواه هم نتونستن به صلاح انقاطی بکنن که موانعی ایجاد بشه، که بعدا البته اونجور که معلوم شد، یعنی در تحقیق آقای روبرت پالی میکنید، خیلی کوشش کردن که نگذارن جمهوری خواه اصلا کمیسیون تشکیل بشه. بعدم که کمیسیون تشکیل میشه و در واقع از آغاز توافق کرده بودن که نسیخ بسوزد نکباب. البته آقای رگان هم که حافظش از دست داد کمک کرد که در ایران گیت بود، در ایران گیت به صلاح میمونه. اون گفت اصلا هیچی یادم نیست. اون دیگه یه خاطرات هم نوشت، هر جا که رسید به ایران گیت اونجا خاطراتش آقای گفت دیگه اینجا یادم چیزی یادم نیست. یادش نیست. در صورت که نتیجه مثبتی داشت. شما یادم هست که در اون به صلاح کنفرانس مطبوعاتی یک خبرنگار بسیار معروف آمریکایی در روز اول به لحن بسیار بدی با شما برخورد کرده در تلویزیون. در تلویزیون و بعد در پایان مثل که از شما عذرخواهی کرده به خاطر رفتارش و ایرانی ها می گفتن که از بعد از گروگانگیری وضعیت ایران در آمریکا بسیار بد بود و با ایرانی ها بسیار بد برخورد می شد و اولین بار بود که غرور ملی می کردن که از ایران و به صلاح از فرهنگ ایرانی دفاع میشه، از استقلال ایرانی دفاع میشه و اونها یک روحیه بسیار مثبتی گرفته بودن. اگه میشه اون خاطره با اون طوره، یعنی یک تغییر روانشناسی هم نسبت به ایران و ایرانی ها انجام گرفت، برای اینکه خب ایران متوجه شدن که این ماجرا ایرانی نبوده، به صورت در امریکا طراحی شده و مردم ایران مردمی از این نوع نیستن. دفاع از انقلاب ایران شد و اینکه اون چی که بعد از این انقلاب استبداد بازسازی شده، امریکا بی نقش نبوده و توضیح داده شد. نه امریکا بی نقش بوده، نه انگلیس بی نقش بوده، نه اسرائیل بی نقش بوده، نه این برانگیختن عراق به تجاوز به ایران. اونجا عنوان شد، آقای برژنسکی هم خیلی عصبانی شد، برنسر گفته که برژنسکی محرک یارو بوده. بعد ها خب سند در آمد گزارش محرمانه الکساندر هیگ، اولین وزیر خارجه آقای ریگان، که به اون آمده بود سه کشور خاورمیانه، به اون نامه نوشته بود گزارش کارشو، که سران این کشورها به ما میگویند که حمله به ایران با چراغ سبز و حمایت امریکا انجام گرفته. آیا حکومت جدید همون سیاست ادامه میدهد یا خیر؟ به سران رسمیه. بعد از اون بود که در وزیر دفاع انگلیس در آلن کلارک در حکومت تاچر
او در دادگاه ایران گید گفت جنگ ایران عراق در سود انگلستان به غرب بود، از باب ایجاد دامش فراهم کردی. این بی بی سی آمد با من صحبت کرد، گفتم این وزیر این حرفا رو زده در دادگاه. او رفته خبرنگار با سفیر وقت انگلیس در عراق مصاحبه کرد، اینگان همی حرف زده. گفت خب بله منافع ما ایجاب میکرد با این دو هر دو کشور ضعیف شدن، در سود ما بود، در سود اینها بود و در حقیقت یک نسلی از ایران از عراق بلاب ایران، نسل ایران، اسلام، همه اینها سرزمین های ایران که مینگذاری شد، هزار میلیارد که عنوان میکنن که ایران خسارت بهش وارد شده متاسفانه از پیامد قدرت طلبی عده کور به قدرت که متاسفانه زمین ساز شد چه در ایران و چه در آمریکا. بله البته خود مردم هم از مسئولیت مبرا نیستن، چون اینا مرتب با مردم در میان گذاشته میشد. حالا الان ما یه صحبت داریم میکنیم، بعد میشنویم که مثلا تو ایران بعد اگر این بنیصد 30 سال پیش اینا رو گفته بود، بابا 30 سال پیش من اینا روزمره میگفتم، کارنامه روزمره میگفتم، سخنرانی میکردم، کارنامه میگفتم، مصاحبه میکردم. اصلا شما در این تاریخ بشر ندارید یه کسی که رئیس جمهور باشه روزانه به مردم گزارش بده، که من میکردم. مکتوب در روزنامه شما اصلا ستونی داشت که پرخوانندترین ستون هم برای خب شما اگر اون وقت به فکر وطنتون بودید و حقوق ملیتون و این انقلابتون هم اینجا مفت نمیگذاشتید دست برود، حالا وطنتون الان میبین کجا در رشد و ترقی بود و این وضعیت هم نداشتید. و هر حال دیگه برگذاشته باید درس گرفت و نرد کرد و سرمایه کرد برای اینکه نسل امروز و فردا قدر استقلال رو بدونه و قدر آزادی خودش رو بدونه، حق تصمیم خودش رو به غیر خود واگذار نکنند. یک نفر حاکم علی اطلاق و هست و نیست خود نکنند. الانم که در حقیقت هم غرب هم آمریکا مخصوصا بیشتر در فکر این هستن که برای ایران آلترناتیو سازی بکنن، به فکر حمله به ایران هستن و اینها اگر از این مسئله که شما امروز عنوان کرده درس بگیریم، درس بزرگش اینه که اینا جز منافع خود و سلطه بر کشورهای ما هدفی دیگری رو دنبال نمی‌کنن. آزادی رو ما خود باید برای خود فراهم بکنیم و استقلال رو ما خود باید کوشش کنیم که برای خود به وجود بیاریم و نگهبان هم باشیم. روشنه وقتی ویکی‌لیکس رو سانسور میکنن در کشورهای خودشون، یعنی اطلاعاتی که مردم خودشون اگر به دست بیارن جوری دیگه ای نسبت به سیاست دولت هاشون میاندیشن، اینا سانسور میشن. خب در کشورهای ما میبینیم دیگه، الان سوریه رو میبینیم، لیبی رو میبینیم، رفتارشون رو در مصر میبینیم، در تونس میبینیم، در یمن میبینیم. اینا رفتار یک دولت هایی که میخواهند در اون کشورها دموکراسی برقرار بشود نیست، اینا رفتار دولت هایی که میخواهند اون کشورها در مهار اینها باشند. مسئله آلترناتیو سازی خوب متابعات نگذاشتیم. این که من در نخستی منتخب مردم ایران هستم، یک موقعیتی ایجاد کرده که آلترناتیوی بسازن که من در اون نباشم یا اون رو رد بکنم، افکار عمومی نمیپذیره، در همین قدر من نمیپذیره. ولی چون هم خلل رو تا وقتی میشود، تا ابد نمیشود به اصطلاح مانع شد که قدرت های خارجی با آلترناتیو قلابی پر نکنند و بساط سوریه رو در ایران نکستند. این اگر اون کسانی که برای استقلال آزادی هستن انسجام کافی نجوین، با هم ارتباط نگیرن، وسعت ندهن به عنوان آلترناتیو یا بدیل، این خلل متاسفانه پر خواهد شد. در حال حاضر وجود داره این بدیل استقلال آزادی، ولی اولا مردم ایران باید با اقبال بکنم در شرکت بکنم در رهبری و برخیش، ثانیا بشناسن
سالس هم این بدیل بتونه همه رو فرا بگیره. برای اینکه نخست باید خود انسجام کامل داشته باشه. وگرنه همین داستان هاست. ایران گیت است و اکتوبر سورپرایز است و هزاران بازی از این نوع و حاکم شدن بر سرنوشت ملت‌های ما. خیلی متشکرم از گفتگو با شما.